یک امریکایی این سوال شما را از من نکرده. با سلام خدمت بینندگان شبکه جهانی MTC، من طلا گلزار هستم و از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته آی تو آی توجه فرمایید. رو باره پشت شیشه اسم خوب تو نوشتم، مثل هر روز و همیشه این انگار سر نوشتم، رو تنه سرد درخت ها اسممونو حک میکردم، به امید روز دیدار به تو هرگز شک نکردم. بگو بیهوده نبوده اگه عاشق تو بودم، نگو عمر من تباه شد اگه اسم تو رو خوندم، نگو اشتباه میکردم همش از رو سادگی بود، نگو عشق ما تموم شد که تو دستات زندگی بود، که تو دستات زندگی بود. توی دریا قصه منو میدونن، مرغای تو آسمونا از غم دلم میخونن، حتی گلهای تو باغچه روز عشقمو شنیدن، ماه و آسمون و خورشید عشقای چشامو دیدن. بگو بیهوده نبوده اگه عاشق تو بودم، نگو عمر من تباه شد اگه اسم تو رو خوندم، نگو اشتباه میکردم همش از رو سادگی بود، نگو عشق من تموم شد که تو دستات زندگی بود، که تو دستات زندگی بود. شکستم پای عشق تو نشستم، توی اوج بیقراری دل به هیچ کسی نبستم، دل زدم به موج دریا تا به عشق تو رسیدم، چشم امید تو بستم تا به ابرا پر کشیدم. بگو بیهوده نبوده اگه عاشق تو بودم، نگو عمر من تباه شد اگه اسم تو رو خوندم، نگو اشتباه میکردم همش از رو سادگی بود، نگو عشق ما تموم شد که تو دستات زندگی بود، که تو دستات زندگی بود. بگو بیهوده نبوده اگه عاشق تو بودم، نگو عمر من تباه شد اگه اسم تو رو خوندم، نگو اشتباه میکردم همش از رو سادگی بود، نگو عشق من تموم شد که تو دست
مهمان این هفته برنامه آی تو آی یکی از پیشکسوتان هنر موسیقی پاپ در خارج از کشور هستند. آقای اندی خوش اومدید. سلام طلا، حالت خوبه؟ مرسی، ممنون، متشکرم که افتخار دادی تشریف آوردید. خواهش می‌کنم، خوشحالم اینجا هستم. ما هم همینطور. آقای اندی میتونید به طور خلاصه برای بینندگان عزیز توضیح بدین چند ساله به خوندن مشغول هستین و مشوق شما چه کسی بود؟ خب من از زمان مدرسه علاقه زیادی به خوانندگی و موسیقی داشتم. از همون کلاس ششم هفتم گیتار رو شروع کردم. فکر میکنم که مشوق اصلی من پدر مادرم بودن، نه به خاطر اینکه تشویق میکردن که برو دنبال خوانندگی، بلکه به خاطر اینکه همیشه تو خونه ما موسیقی بود و پدر مادرم عاشق موسیقی بودن، همیشه رادیو روی آهنگی و خونه شادی داشتیم. در نتیجه اون موسیقی از بچگی تو گوش من بوده، فکر میکنم اون بیشتر منو تشویق کرده. چقدر عالی که هنر از خانواده ریشه بگیره. آقای هندی، شما چند آلبوم تا حالا به بازار ارائه دادین و نام اولین آهنگ فارسیتون چی بود؟ سوال خیلی خوبیه. فکر میکنم 14 تا آلبوم، البته باید آلبومایی که با کوروس داشتم اونا رو هم حساب کنم، فکر میکنم 14 تا آلبوم میشه. اولین آهنگی که به زبان فارسی خوندم، من فکر میکنم آهنگ مادری که خودم ساخته بودم، ولی احتمالاً مردم منو بیشتر با آهنگ خواستگاری که ژاکلین نوشته بود میشناختن، چون اون اولین آهنگی بود که ویدیو درست کردیم و به بازار اومد. در سال گذشته چندین جایزه بین المللی گرفتیم. میتونید برای بینندگان عزیز یه توضیحی راجع به این جوایز بدین؟ بله، خب من در کنار کارهایی که به زبان فارسی یا به زبان ارمنی انجام میدم، همیشه هدفم این بوده که بتونم موسیقی ایرانی رو به دنیای غرب معرفی کنم و تو این چند سال گذشته به موفقیت‌هایی هم رسیدیم که من خیلی خوشحالم. امسال یک جایزه بردم به اسم JPF Awards که یک ارگانیزیشن آمریکاییه که از تمام کشورهای جهان آلبوم‌های مختلف رو کاندید می‌کنن و در بین، اگه اشتباه نکنم، 25,000 آهنگ، 3 از آهنگای من کاندید شده بودن که از آلبوم سیتی آف انجلز، شهر فرشتگان، هم آلبومش برنده بهترین جایزه میدل ایست شد، یعنی خاورمیانه، هم آهنگ آره آره جایزه بهترین آهنگ میدل ایست رو برد. یک ریمیکس هم داشتم که الان یادم رفت کدوم بود، اونم تو کارهای کلاب مقام اول رو پیدا کرد. جایزه دیگری که گرفتم پارسال از بیگ اپل میوزیک اواردز که بهترین های آسیا رو اونجا جمع کرده بودن، از بیشتر کشورهای آسیایی اونجا خواننده های خیلی خوبشون اومده بودن، از اسرائیل تا ارمنستان و ازبکستان و تاجیکستان، و چقدر هنرمند های خوب اونجا بودن که اگه اشتباه نکنم بست اینترنشنال آرتیست آف دی ایر اونجا گرفتم که برای من خیلی باعث افتخار بود. حالا یکی ممکنه بگه اون اوارد بردی تو رو خوشحال کرده، چرا؟ به نظر من به خاطر اینکه به عنوان یک خواننده، یک هنرمند، همیشه خوشحال میشه وقتی مردم قدردانی میکنن، ولی من در ضمن خوشحال میشم که یک هنرمند از ایران در بین این همه کشورها موفق میشه
به کسب جایزه، چون میدونی که موسیقی ما الان در خارج از ایران رشد میکنه، در لس آنجلس، و با محدودیت های خیلی زیادی ما اینجا سعی میکنیم بهترین کار رو روانه بازار کنیم. و چقدر قشنگه و چقدر چه سورپرایز قشنگیه که یه دفعه مردم کشورهای دیگه این آهنگا رو دوست دارن و ازش قدردانی میکنن. این منو خیلی خوشحال میکنه. واقعا شما باعث افتخار ما هستید. ممنونم ازت. شما چند درصد از درآمد خودتون رو صرف ارائه آلبوم ها و تبلیغات خودتون میکنید؟ 100%. اون این جواب زیاد از حقیقت دور نیست، برای اینکه البته فلسفه من اینه که هر کشوری من کنسرت دارم، بیشتر از 10% درآمدمو تو همون کشور برای کسایی که محتاجن خرج میکنم. این اولین فلسفمه. دوم این که خب در زندگی من تو لس آنجلس یا در خارج از ایران هر چی اضافه داشته باشم میدم به کسایی که باز دوباره بهش احتیاج دارن. در نتیجه هر چی باقی میمونه خرج موسیقی من میشه، یعنی آهنگ ساختن و تنظیم و پروداکشن و آلبوم و ویدیو از این چیزا، یعنی چیزی برای پسنداز نمیمونه و زیادم من نگران نمی کنه. بی تو من یه شعر تازه تو کتابا دارم، رفتی و نغمه شادی رفت از کنارم. بی تو این دل شکستم طاقت نداره، بیا پیشم بیا پیشم عزیزم دوباره. بی تو زمونه نامهربونه، تو دل من شده باز دیوونه. عاشق نبودی تو همه بدونن، قصه دلتنگی رو با من بخونن. بی تو دنیا دلمو سوزونده، بوی عطرت هیچ کجا نمونده. بی تو بی من یعنی جدایی، بگو کجاست روزای آشنایی. بی تو دنیا دلمو سوزونده، بوی عطرت هیچ کجا نمونده. بی تو بی من یعنی جدایی، بگو کجاست روزای آشنایی. اندی جان، بیشترین پولی که برای اجرای برنامه گرفتین در کدوم کشور بوده و یادتون هست چه کسی؟ خب چون پول چیز مهمیه در زندگی ماها، قانونا باید یادم باشه، ولی دقیقا یادم نیست که چه برنامه به خصوصی بیشترین درآمد برای من داشته. ولی میتونم اینو بهت بگم که آدمای سخاوتمند تو کار ما زیادن و خدا رو شکر که بین ما ایرانیام عده زیادی اونایی که وضعشون خوبه برای موسیقی و برای هنر خرج میکنند.
مثلا خب کنسرت های دبی پول خوب میدن، کنسرت هایی که در ازبکستان، تاجیکستان، ارمنستان رفتم خیلی آدم های سخاوتمندی هن و عاشق موسیقی هن، در نتیجه برای موسیقی خوب خرج میکنن، حتی اگه خودشون هم وضعشون آنچنانی نباشه، مثلا در زندگی خودشون، مردم رو میگم. مثلا ممکنه بگیم در ازبکستان بلیط های کنسرت خیلی مرزون باشه، ولی کمپانی های بزرگ میان سپانسر میکنن و تمام خرج متقبل میشن. خب این نشان دهنده اینه که اون فرهنگ موسیقی رو دوست داره و بهش احترام میذاره. اینجا خب تو آمریکا یه خود کنسرت هامون کوچکتر هم به خاطر اینکه عده ما ایرانی ها در شهرهای مختلف کمتره، در نتیجه درآمد کنسرت هم پایینه، ولی خب لس آنجلس کنسرت های مثل کودک تئاتر یا گریک تئاتر که 6000 و 7000 نفر آدم میاد، اونا درآمدشون خوبه. من فکر میکنم که بیشتر خواننده ها موافق باشن وقتی من بگم که عروسی ها و مهمونی ها اینا درآمده خوبی داره و خدا رو شکر عده ای از هموطن های ما که وضعشون خوبه برای مهمونی های خودشون خوب پول خرج میکنن و البته به همون نسبت هم ما بهشون خدمت میکنیم و کار ما خدمت به مردمه. حالا بستگی داره که نه، بستگی نداره که چقدر پول میگیریم، ما همیشه بهترین خدمت و بهترین سرویس رو به مردم میدیم. اونم مهم نیست به چه طبقه، چون بعضی ها یادم یه مصاحبه داشتم و گفتم که فلان عروسی رفته بودیم خیلی باشکوه و کلاسی بود و دوستان انتقاد کرده بودن که کلاس با پول نمیاد، و که من باشون موافقم، آدم های کلاسی هستن که در طبقه های پایین پولی هم قرار دارن، ولی خدا رو شکر بیشتر خواننده ها مثل من فکر میکنن ما به خاطر پول نیست که این کار رو انجام میدیم، ما به خاطر عشق و علاقه که به موسیقی داریم و خدمت به مردم. این دوتا چیز باعث میشه که ما سفر میکنیم، در زمستون ها میریم سوئد مملکت سرد و در تابستون های گرم میریم دبی مملکت گرم، برای اینکه این عشق به مردمه و عشق به خوانندگی و به وجود آوردن اون اتمسفر شاده که ما این کارو میکنیم. ولی ما هم مثل هر بیزنس دیگه بالاخره درآمد لازم داریم که زندگیمون بگذره. اینه که سوالت خیلی سوال بجاست. یه نگاه تو منو پاک دیوونه کرده، یه نگاه تو منو با بند خونه کرده، یه نگاه تو، یه نگاه، یه نگاه، دو تو چشم تو بازم صبر دلم رو برده، دو تو چشم تو برام مژده عشق آورده، یه نگاه تو، یه نگاه، یه نگاه، فقط یه نگاه، فقط یه نگاه، فقط یه نگاه، بیشترین جمعیتی که باهاش مقابل شدید در کدوم یکی از کنسرتاتون بوده؟ یک بار همینجا در روزبال کنسرت ارامنه بود که اتفاقا آقای ویگن هم اونجا بودن و مسلمن هم بیشتر تماشاچی ها برای ویگن اومده بودن. حدود 30,000 نفر در روزبال بودن، ولی بزرگترین جمعیتی که داشتم همینجا در روزبال بود که
که مسابقه چلسی و اینتر میلان پارسال تابستون بود که ما در هفت تایم میخوندیم. خب 83,000 نفر اونجا بودن ولی برای من نیومده بودن، برای فوتبال اومده بودن، ولی در هر صورت ما برای اون 83,000 نفر خوندیم و یک احساس عجیب غریبیه برای اون همه آدم خوندن. اینجا در گریک تئاتر خب 6,000 و 7,000 فراوون داشتیم، در دبی 6,000-7,000 نفر نرماله. انشالله بزرگترین و بهترینش در ایران خواهد بود. انشالله، آرزو هممون همینه. شما ضبط در استودیو و ساختن آلبوم رو ترجیح میدین یا اجرای زنده روی استیج؟ هر دوتاش هم خوبیای خودشو داره. مسلماً هیچ چیزی جای لایف پرفورمنس، یعنی اجرای زنده رو نمیگیره، برای اینکه اون ریاکشنی که با مردم داری و اون احساسی که روی استیج هست با هیچی نمیشه عوض کرد. ولی استودیو هم برای خودش یه لذت خاصی داره، برای اینکه وقتی تو استودیو هستی اون خلاقیتت، حالا یا خودت یا آهنگساز یا شاعر یا موزیسین‌های اطرافت، تنظیم کننده، اون خلاقیت به انگلیسی میگن it takes over، یعنی دیگه اون لحظه به فکر بیزنس و پول و موفقیت و اینا نیستی. اون لحظه اجازه میدی که اون گیفتی خدادادی، اون هدیه خدادادی که هست، خودش کار خودش رو انجام بده. و به نظر من میاد اون زمانهاییه که برای من خیلی ارزش زیادی داره، برای اینکه اون موقع است که میتونی یک آهنگی مثل سرسپرده رو درست کنی، های سال مردم اون آهنگ رو گوش کنن، باش عاشق بشن، باش فارغ بشن. اون احساسی که اون لحظه داری با هیچ چیزی نمیشه مقایسه کرد. در نتیجه من فکر می‌کنم هم زنده اجرا کردن هم تو استودیو بودن هر دوتاشون لازمه یک هنرمنده. انقدر با عشق راجع به خواننده بودن و خوندن حرف می‌زنید آدم دوست داره خواننده بشه. باید خواننده بشی، قیافه‌شو که داری باید صدات هم بشنوی. حالا ببینیم چی میشه. بزودی انشالله. قیامت داشتنت نباشه قسمت، چشم به راه تو میمونم با دلی پر از صداقت. اگه با عشقای گرمم دل سم برام بسوزه، اگه جسم من بپوسه بعد دنیای دروزه، اگه نقش قصه هاشی می روی قله هاشی بری و از من جداشی، اگه باشی یا نباشی. نه فقط عاشقت هستم، مرهمی رو قلب خواستم، این تویی که می پرستم، سرسپرده تو هستم. نه فقط عاشقت هستم، مرهمی رو قلب خواستم، این تویی که می پرستم، سرسپرده تو هستم.
جای تو به این دل همه دنیا رو ببخشن. میگذرم از هر چه دارم اگه باشی عاشق من، اگه زنجیره به پاهم، اگه قفل و اگه سرزن. میرسم هر جا که هستی به تو و عشقت سوگم. اگه باشی تاجی بستر یا که از ذره ای کمتر، دل من داغ تو داره تا ابد تا روز آخر. نه فقط عاشقت هستم، من همین و بخواستم این تویی که میپرستم، سر سپرده تو هستم. نه فقط عاشقت هستم، من همین قلب خواستم این تویی که میپرستم، سر سپرده تو هستم. علی جان، آینده موسیقی ایرانی رو در خارج از کشور چجوری میبینی؟ آینده رو که هیچ کس نمیتونه 100% پیش بینی بکنه، ولی من فکر میکنم که چون بچه های ما در خارج از ایران در هر صورت مجذوب اون جامعه میشن که توش زندگی میکنن. مثلا در آمریکا میگن آمریکا ملتینگ پاته، یعنی یه دیگیه که هر چی بریزی توش همه با هم قاطی میشن و در نهایت میشن آمریکایی. و بچهای ما اینجا یا در آلمان یا در سوئد بالاخره اون هویت ایرانیشون رو از دست میدن. حالا این چند روز، چند سال، چند دهه طول میکشه، من فکر میکنم زیاد طول میکشه، برای اینکه ما ایرانی ها خیلی ریشه هامون در ایرانی بودنمون عمیقه. در نتیجه پدر مادر رو همیشه تشویق میکنم بچه ها یه دو سه نسل ممکنه، خیلی خوشبینانه دارم فکر میکنم، دو سه نسل ایرانی بمونن. ولی در هر صورتش وقتی این بچه ها مجذوب اون جامعه شدن، دیگه موسیقی و هنر و فرهنگ هم از بین خواهد رفت. ولی منو نگران نمیکنه اون، برای اینکه ایرانی های اصل در داخل ایران 70 میلیون هم داریم، پس باید ادامه موسیقی ایرانی رو در داخل ایران پیدا کرد. و اونجا الان این موسیقی که میشه گفت از موسیقی لس آنجلس سرچشمه گرفته، الان جای خودش رو پیدا کرده و داره با تشویق اینترنت بزرگتر هم داره میشه و بهتر هم داره میشه. هر روزم هنرمندای خوب، آهنگسازای خوب، شاعرای خوب، تنظیم کنندهای خوب و خواننده‌های خوب هر روز دارن میان و اون آینده موسیقی ایرانه. و من خیلی امیدوارم و راغب که ما هم جزء اون آینده باشیم، یعنی یه روزی باشه که دولت ایران اجازه بده که ما بتونیم در داخل ایران هم فعالیت بکنیم و بتونیم برای 70 میلیون ایرانی بخونیم، نه برای 2-3 میلیونی که در خارج از ایران هستن. میدونیم که پیشرفت کنونی موسیقی لس آنجلس نسبت به چندین سال گذشته یه خورده افت کرده. به نظر شما دلیل این موضوع رشد چشمگیر موسیقی داخل کشور ایرانه یا چیزایی دیگه؟ نه، دلیلش موفقیت موسیقی داخل ایران نیست، چون همونقدر که موسیقی بد در لس آنجلس انجام میشه، 10 برابرش هم موسیقی بد در داخل ایران درست میشه، همونقدر هم که موسیقی خوب اینجا پرودوس میشه، تهیه میشه، 10 برابرش هم در داخل ایران تهیه میشه. به نسبت داریم حساب میکنیم، چون اینجا ما عده ایرانیامون کمتر از داخل ایرانه، در نتیجه باید عده هنرمندا هم به همون نسبت بالا و پایین بره. خوبی و بدی و پیشرفت موسیقی هر اجتماعی به هنرمنداش نیست، به حمایت مردمه. برای اینکه این مردمن که با خریدن آلبوما، با رفتن به کنسرت‌ها، با رفتن به تئاترها، به نمایش‌ها، با دیدن فیلم‌های ایرانی، هنر ایرانو تشویق می‌کنن.
بذارین یه خود راحت‌تر مثالشو بزنم. اگر یه خواننده امسال آلبوم بزنه و 100,000 نفر بخرنش، این 100,000 نفر باعث میشن که خواننده آلبوم بعدیشو دو برابر بهتر، پرخرجتر، با ویدیوهای بهتر ارائه بده، برای اینکه اون پول دستش هست و اون با اون پول کمپانی میتونه تشویق کنه خواننده کار بهتر به مردم بده، در نتیجه مردم در خانه‌های خودشون کارهای بهتر از این خواننده میبینن. اگر مردم برن روی اینترنت و همین آلبوم این خواننده رو کپی کنن و کمپانی که این آلبوم به بازار داده بود ورشکست بشه، این خواننده 3 سال و 4 سال و 5 سال دیگه نمیتونه آلبوم بزنه. در نتیجه اینجا هم کلا سر مردم میره، چون آلبومی از این خواننده خوب ندارن، هم این خواننده در مضیقه است که چه نوع پولی خرج بکنه و چه نوع آهنگسازی بیاد براش آهنگ بسازه، تنظیم بکنه که بهترین کار به مردم ارائه بده. اگر فکر میکنید تو این چند سال لس آنجلس یه خورده بکسابات کرده به قول معروف، به خاطر اینکه بودجه دست کمپانیا نیست و اینترنت کاپینگ خیلی بیشتر شده، پایرتینگ، یعنی پایرتینگ به فارسی میشه چی؟ فارسی کلمه پایرتینگ یادم رفته، یعنی کپی کردن در مغازه ها زیاد شده، روی اینترنت زیاد شده، دانلودینگ مجانی زیاد شده. در نتیجه کمپانی ها مثل سابق اون بودجه رو در اختیار خواننده نمیذارن که خواننده بتونه کار خوب انجام بده. من میدونم دو سه تا از خواننده خیلی خیلی خوب ما، یعنی تاپ 5، یعنی جزو 10 تای خوب مملکت ما، 5 سال آلبوم ندادن. آلبوم آماده بود، نمیتونستن به بازار بدن چون کمپانی میترسید به محض اینکه میاد بازار مردم مجانا دانلود بکنن و کمپانی ورشکست بشه. پس پیشرفت موسیقی، خوب و بد بودن موسیقی کاملا به مردم بستگی داره، چون هنرمند در هر صورت در فقر هم میشینه تو خونه خودش، یه گیتار میگیره دستش و بهترین آهنگا رو میسازه. آیا این آهنگ میتونه بره توی یه استودیوی خوب ضبط بشه، یه ویدیوگرافر خوب اینو ویدیو بکنه بده به مردم، یا نمیتونه؟ اونجاست که دست مردمه که چطوری بخوان این هنر و هنرمند رو حمایت کنن. درسته، ولی مسئله اقتصادم که الان بله خواه کرده با، ولی امیدواریم که ایرانی های عزیزمون حمایت بکنن ایشالله. جان، به نظر شما چرا ما تا حالا نتونستیم خواننده جهانی داشته باشیم؟ سوالت خیلی سوال خوبیه، ولی بازم برمیگرده به اونجایی که ما ممکنه فراموش کردیم که ما یک انقلابی داشتیم در ایران 30 سال پیش که 3-4 میلیون ایرانی اومدن خارج از ایران زندگی میکنن و موسیقی که ما رو باید جهانی بکنه الان در داخل ایران پرورش پیدا نمیکنه و در لس آنجلسه. یعنی اگه مثلا کلمه سیاسی بخوای روش بذاری، موسیقی پاپ ما در تبعید زندگی میکنه و اصولا هم در تبعید و با این محدودیت هایی که ما داریم نمیشه با موسیقی که کشورهای دیگه با اون حمایت های بزرگشون انجام میدن مقابله کنه. یعنی مثلا فرض میکنیم الان
یوروویژن داریم که کشور اروپایی با هم به مسابقه میشینن و آهنگای خودشون میرن، خواننده‌های خودشون میارن. یا در آمریکا مثلا امریکن آیدل داریم، حتی در صحنه بین المللی ورلد میوزیک اواردز داریم که از مونته کارلو شروع شد. هیچ کدوم اونا رو ما به عنوان ایرانی نمیتونیم شرکت کنیم، چون ما در ایران نیستیم و از طرف ملت ایران از داخل ایران پیشنهاد نمیشه که مثلا اندی بره یا مثلا من چه میدونم موئین بره، فرق نمیکنه. هر کدوم از هنرمندای ما برن اول میشن. و مسئله اینه که به عنوان کشور ایران ما نمیتونیم بریم تو این مسابقات شرکت کنیم. اگر من یه جاهایی دارم شرکت میکنم و واقعا موفق میشیم، اونم باید کردیتشو به فنای موسیقی من داد، نه به من. به خاطر همین هم اگر حساب کنیم مثلا یه خواننده‌ای که در ترکیه داره فعالیت میکنه، از حمایت میلیون ها هموطن خودش و اول در موفقیت خودش در کشور خودش، بعد با اون سرمایه میره به جنگ کشورهای دیگه و بیشتر وقتا هم موفق میشن. یکی از مسائل خوبم هولیو اگلسیس. هولیو اگلسیس تا چند سال پیش در آمریکا کسی نمیشناختش یا در صحنه بین المللی نمیشناختنش، ولی میلیون ها آلبوم در کشورهای لاتین فروخته بود. اون سرمایه رو برداشت و اون حمایت میلیون ها لاتین تبار رو برداشت، اوورد و خودش رو معرفی کرد با اون هزینه های بزرگ به آمریکا و به دنیا. ما اون سرمایه رو نداریم، یعنی ما همینقدر که بتونیم زندگی نرمال خودمون رو بچرخونیم خیلی زرنگیم. واسه همین به خاطر اینکه ما در داخل ایران فعالیت نمی‌کنیم، من امیدوارم که به زودی بتونیم در داخل ایران فعالیت بکنیم. و چون ایرانی‌ها اصولاً عاشق موسیقی هستن، من میدونم که اگر ایران راه باز بشه و پاپ موزیک ما در ایران رشد بکنه، به زودی میتونیم در صحنه‌های بین‌المللی قد علم کنیم و بهترین ها رو عرضه بکنیم به دنیای هنر. درسته. آیا تا به حال با هیچ کدوم از خواننده های داخل ایران روی استیج رفتین و به نظرتون قوی بوده یا نه؟ سوال خوبیه، ولی دقیقا نه، فکر نمی کنم که با خواننده های داخل ایران روی صحنه بودم. بیشترشون هم میشناسم. بیشتر آشنایی من با نسلی که الان داره میاد، بچه‌هایی که آندرگراوند کار میکنن، گراج میوزیک میگن در آمریکا، بچه‌هایی که وزارت فرهنگ و هنر اصولا تاییدشون نمیکنه چون موسیقیشون خیلی مثلا عجیب غریبه به چشم اونایی که باید تاییدشون بکنن، من اونا رو بیشتر دوست دارم و موسیقی که الان داره تو ایران رشد میکنه اونو دوست دارم. ولی خب اونا در داخل ایرانن، ما در خارج از ایرانیم، تا حالا موقعیتش نشده که با هم دیگه کار کنیم. ولی با تنظیم کننده ها و با آهنگسازا و با شاعرها در داخل ایران کار کردم و خیلی هم راضیم، خیلی هم خوشحالم. من خودم فکر میکنم پاکسیما بهترین شاعر ماست اینجا و برای من بهترین شعرها رو نوشته، ولی گهگاهی بچه ها از داخل ایران آهنگ میفرستن با شعر که واقعا با هم دیگه خیلی خوبه و هم آهنگشو نگه میداریم هم شعرشو. اونطوری فعالیت زیاد داشتم تو آلبوم هم، ولی یادم نمیاد که با خواننده ای دو صدایی خونده باشم از داخل ایران. انشالله اون موقعیت پیش بیاد و بتونیم. هممون آرزومونه و انشالله که یه روزی دست به دست هم دیگه خواننده های لس آنجلسی و داخل ایران با هم روی استیج باشن. امیدوارم یه روزی برسه که دیگه نگیم داخل یا خارج از ایران، به خاطر اینکه مهم نیست که ما کجا هستیم، هممون ایرانی هستیم. آمده. و من مخصوصا وقتی راجع به هنر ایران صحبت میکنم، دلم نمیخواد یه خطی باشه بین ماها، برای اینکه هممون هنرمندای یک کشور هستیم. هممون دلمون میخواد که موسیقی ایران، هنر ایران پیشرفت بکنه و انشالله اون روز بیاد که ما بتونیم دست به دست هم بدیم و قدرت رو با هم رو هم بذاریم و شاهد پیشرفت ها باشیم. انشالله.
from inside me. Something's burning in my head. Every time I see that woman. Every time I see that woman. Every time I see that girl. Secret feelings come inside me. Just wanna for myself. Every time I see that woman. Whoa, my woman. Whoa, my girl. Whoa, my woman. Whoa, my girl. اونجا که من میدونم شما به فوتبال علاقه دارید. یه خورده برامون از فوتبال میگید. یه خورده نمیتونم ولی زیاد میتونم. من عاشق فوتبالم. حتی وقتی مسافرت میرم کفشای فوتبالم رو با خودم میبرم و خدا رو شکر بچه‌ها الان تو کشورهای مختلف میدونن که من چقدر فوتبال دوست دارم. برای من بازی‌ها رو اورگانایز میکنن. اگر یه جا یکی دو روز بمونم حتما یه بازی فوتبالم انجام میدیم. مثلا در دوبه، در آلمان، حتی در ازبکستان فوتبال بازی کردیم، در سوئد بازی کردم، کانادا که همیشه. این اواخر هم اتفاقا من یه خبر جالبی دارم که ممکنه هنوز مردم خبرها رو نشنیدن. خب من تو لس آنجلس سالهای سال بازی میکنم ولی یک پیشنهادی شده برای از طرف تیم ارامنه ارمنستان یک تورنمنتی است در تایلند در ماه جون به اسم جام جهانی بالای 35 سال که البته من هنوز بالای 35 نیستم ولی منو افتخاری گذاشتن اونجا. شوخی میکنم، جدی نگیر. اون تیم منو دعوت کرده که باشون بازی کنم و افتخار بزرگیه برای من. اگر از لحاظ تاریخ کنسرتام اون تاریخ ها خوب باشه حتما دلم میخواد برم اونجا بازی کنم. بازیکناشون هم یه عده از ارامنه ایران هستن با ارامنه لس آنجلس و ارمنستان زیر اسم تیم ملی ارمنستان میریم اونجا که برای من هم افتخاریه، همین که به عنوان کسی که عاشق فوتباله 7 روز فوتبال فکر میکنیم، فوتبال زندگی میکنیم، بازی میکنیم و من فکر میکنم جزو حوادث جالب زندگی من باشه. چقدر واقعا عالی، انشاءالله که موفق باشی. مرسی.
پیامتون برای جوانانی که میخوان قدم در هنر موسیقی بذارن چه؟ من پند و اندرز دادن که من نمیتونم انجام بدم، برای اینکه من خودم هنوز دانشجوی زندگی هستم و هنوزم روز نیست که یه چیز تازه و مفید رو یاد نگیرم. هنوزم استادای بزرگی در زندگیم وجود دارن که هر روز امیدوارم یه چیزی ازشون یاد بگیرم، ولی میتونم تجربه زندگی خودم رو بگم که چطوری شد که موسیقی رو انتخاب کردم به عنوان حرفه. من تا کلاس 12 شاگرد اول ریاضی بودم و بیشتر معلمای من فکر میکردن من باید برم ریاضیدان بشم یا دنبال یه کار نرمال خوب که خرج زندگی رو بده، ولی علاقه من از همون بچگی به موسیقی بود و معلمای من خیلی هم مایوس شدن وقتی شنیدن که من میخوام برم دنبال موسیقی. حتی یکی از معلم ریاضی من اشک ریخت برای اینکه خیلی مایوس شده بود و من اون موقع نمیتونستم توضیح بدم که عشق به موسیقی اصلا به من اجازه نمیده که کار دیگه ای انجام بدم. و اینو میگم که بچه‌ای که این روزا میخوان تصمیم بگیرن که برن دنبال موسیقی یا دنبال یه حرفه دیگر، تنها راه تصمیمش مقیاس علاقه ایه که به یه کار داری و بعد اینکه یک استادی بتونه بهت راهنمایی بکنه که آیا در اون کار اون استعداد کافی رو برای موفقیت داری یا نداری. چون علاقه به تنهایی کافی نیست، سخت کار کردن خیلی مهمه و استعداد اون کار داشتن مهمه، چون هر کدوم از ماها یه استعدادی داریم، فقط اون استعداد باید کشف بشه و چه خوبه که در زودتر اون استعداد کشف بشه، بعد یک استادی بتونه راهنمایی کنه که آیا این استعداد رو الان داری و چه جوری میشه اون استعداد رو پرورشش داد. یعنی اینکه بهترین معلم‌ها رو باید بگیری، تمام سرمایه تو باید خرج کنی و با بهترین استادها کار کنی، چون اون اولین و مهمترین حرکتیه که در این راه میتونی انجام بدی. و اگر پشت کار داشته باشی، حتی اگر از لحاظ مالی موفق نشی، اون احساس رضایتی که در داخل خودت تو قلب خودت وجود داره، اون تو رو آدم خوشحالی نگه میداره تا آخر زندگیت. چون بعضیا فکر میکنن اگر مثلا موسیقی رو انتخاب کردی ولی پولدار نشدی، یعنی این که شکست خوردی. به نظر من اینطوری نیست. اگر یه نفر عاشق موسیقیه و استعدادشو داره و کارهای قشنگ ارائه میده ولی مردم استقبال نکردن، این تقصیر اون هنرمند نیست، اون بدشانسی اون هنرمنده. بهترین مثالی که میتونم بزنم اینه که اگر شما برگردین به نقاش‌های اکسپرشنیست در فرانسه، روزای اول که این بیچاره‌ها نقاشی میکردن، بهترین نقاشی‌های دنیا رو انجام میدادن، ولی هیچ کس دوست نداشت نقاشی اکسپرشنیست، چون عادت نداشتن بهش و نقاشی‌هاشون رو 1 دلار و 2 دلار هم نمی‌خریدن. الان امروز همون نقاشی‌ها رو 50 میلیون و 100 میلیون می‌خرن. چرا؟ برای اینکه سلیقه مردم به قول آمریکایی‌ها کات آپ کرده، یعنی سلیقه مردم اومده به اونجایی که این هنر رو الان قدردانی می‌کنن و براش پول میدن. اون موقع دوست نداشتن، ولی اون هنرمندا اون موقع هم خوب بودن. پس نتیجه‌ای که میگیریم اینه که اگر کسی اون استعداد رو داره، اون علاقه رو داره و پشتکار رو داره و بهترین معلم‌ها رو میتونه بره ازشون استفاده کنه، باید حتما بره تو کاری که علاقه داره. و حتی اگر از لازم مالی موفق نشه، مهم نیست، مهم اینه که خودش آدم خوشحال و راضی باشه در زندگیش. کاملا درسته. آرزوی قلبی اندی چیه؟ خب مهمترین آرزوی من الان اینه که یه روزی بتونم برم استادیوم 100,000 نفره فوتبال بازی کنم. اون اولین آرزوی منه. ولی مسلما مهمترین چیز به نظر من سلامتی خودم و اطرافیان، کسایی که دوست دارم، دلم میخواد ببینم همیشه خوشحالن و خندون. آرزوی من اینه که بتونم
تا آخر زندگیم تور برم برای مردم بخونم، مردم رو خوشحال کنم، چون هنرمند یه قسمت بزرگ زندگیش خدمت به مردمه و این خدمت کردن ما رو ارضا میکنه. سالم باشیم بتونیم این کار رو هر روز برای مردم انجام بدیم. ممنون که آرزوتون رو با ما شریک کردید. گلی جو گل من، رنگ شادی تو چشمه، واسه تو همیشه شوق بوسه رو لبامه. تو بیا که نگاه توی راه تو نشسته، تو بیا که دلم به تلسم تو شکسته. گلی جان وقتشه دیگه از با برسی، یار عزیزم وقتشه که تو از با برسی، یار بازدم. تو بگو از گل عشقی که تو راه کار با تو میام که دل من بیقراره. میدونم که سحر پشت شبهای سیاه تبش رو تنم یه مصافه توی راهه. گلی جان وقتشه دیگه از را برسی، یار عزیزم وقتشه که تو از را برسی، یار فاصله یه شبه بین آغوش من و تو. همه جا سر راد گل میریزم جای خاطا. گلی جان اسم تو توی سینه شده فریاد، عشق تو واسه من مثل شیرین واسه فرهاد. گلی جان وقتشه دیگه از را برسی، یار عزیزم وقتشه که تو از را برسی، یار من عاشق چه صبورم. آخرین بوسه هات زده آتش به وجودم. خوب من نازنین یه ستاره یه فرشته. گلی جون تو بیا که گذشته ها گذشته. گلی جون وقتشه دیگه از را برسی، یار عزیزم وقتشه که تو از را برسی، یار گلی جان وقتشه دیگه از را برسی، یار به خدا وقتشه که تو از را برسی، یار یکی از کارهای بسیار زیبای شما کاری بود با کامران دلان که اخیراً انجام دادید. پیشنهاد این کار با شما بود یا آقای دلان؟ چون ما خیلی ریکوست میگیریم در MTC از این آهنگ. خب خوشحالم که ریکوست زیاد بگیرین. معلوم میشه که تماشاچی های تلویزیون شما هنر دوست هستن و هنرمندان رو دوست دارن و کارهای خوب رو دوست دارن و خوشحالم اینو میشنوم. کامران که یکی از دوستای خیلی صمیمی من هست، سالهای ساله، بیشتر از 20 سال هم دیگر میشناسیم. من کارشو دوست دارم، سبکشو دوست دارم، صداشو دوست دارم. اونم مثل من عاشق موسیقیه. من و کامران که با هم میشینیم ساعتها راجع به موسیقی و هنر و ساز و آکورد و هارمونی صحبت میکنیم و خسته نمیشیم. اونایم که آهنگای من و آلبومای من شنیدن میدونن که من در هر آلبومم یکی دو تا از آهنگای کامران دلان همیشه داشتم.
همیشه برای من آهنگ ساخته، آهنگای خیلی قشنگ که تو آلبومای منم جزء آهنگای خوب آلبوم بودن، و این اواخر هم که خودش آلبومای خودش رو داشته و خیلی هم تو کارش موفقه و طرفدارای زیادی هم پیدا کرده. این آهنگی که با هم دیگه خوندیم توی آلبوم کامرانه، و خب ما همیشه خواستیم آهنگ دو صدایی با هم بخونیم، فقط منتظر یک آهنگی بودیم که کامرون بسازه و دو تا مرد بتونن با هم دیگه بخونن، و این آهنگ، آهنگ خونسرد، اون آهنگ بود و منم با کمال خوشحالی قبول کردم و خیلی آهنگ قشنگی هم در اومد. تنظیمش هم پوریا کرده بود که واقعا تنظیم قشنگیه، ویدیوش هم خیلی خیلی ویدیو خوبی در اومد و سیروش جان اون ویدیوش هم درست کرده بود، و خوشحالم که بینندگان تلویزیون شما اینطوری از اون آهنگ استقبال کردن. دیگه حتی پرستو ها اینجا لونه نمیذارن، میگن که تو رفتی دیگه هوای خونه ندارن. تو با خون سردی منو ترک کردی، تنهام گذاشتی و دیوونم کردی. تو که منو هرگز دوستم نداشتی، چرا گل عشقو تو دلم کاشتی. تو با خون سردی منو ترک کردی، تنهام گذاشتی و دیوونم کردی. تو که منو هرگز دوستم نداشتی، چرا گل عشقو تو دلم کاشتی. قشنگ و پر غروره، اگه یک روز تو نباشی زندگیم چه سود و کوره. هنوزم مطره تن تو تو هوای خونه مونده، آرزوی با تو بودن منو به جنون کشونده. تو با خون سردی منو ترک کردی، تنهام گذاشتی و دیوونم کردی. تو که منو هرگز دوستم نداشتی، چرا گل عشقو تو دلم کاشتی. تو با خون سردی منو ترک کردی، تنهام گذاشتی و دیوونم کردی. تو که منو هرگز دوستم نداشتی، چرا گل عشقو تو دلم کاشتی. آقای اندی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین، به برنامه من تشریف آوردین. اولا که خوشحالم که با هم دیگه صحبت کردیم، خیلی قشنگ این مصاحبه رو انجام دادی و کارتو معلومه که حرفه‌ای انجام میدی. از تلویزیون خوب ملی تیوی هم تشکر میکنم، شهرام جان دوست دیرینه منه، سالهای سال با هم دوستی داشتیم و همکاری، و خوشحالم که میبینم تلویزیون شما اینقدر موفقه. انشالله به امید دیدار و در مصاحبه های بعدی. با امید دیدار شما. کشور مورد علاقه من ایرانه. چند مرتبه عاشق شدم؟ 100 بار. چند تا دوست دختر داشتم؟ نمیدونم، خیلی زیاد. ماشین مورد علاقه من کادیلاک. از چه رنگی خوشم میاد؟ سفید، رنگ صلح. اسم دختر مورد علاقه من نمیدونم چیه. به نظر من انسان‌های فضایی وجود دارن یا نه؟ بله وجود دارن. اگر آقای اوباما رو خط بودن ازشون یه سوال داشتم، سوالم این بود که کی میریم ایران؟ خواننده مورد علاقه من خیلی زیادن، نمیتونم اسم بیارم. روزی چند ساعت تلفنی صحبت میکنم؟ زیاد.
بیشتر غذای دوست دارم غذاهای ایرانی، غذاهای ویجیتریان ایرانی. خانم ها، آقایان، تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. امریکایی این سوال شما را از من نکرده.